سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی الپی هستم، خوش اومدید به پارت دوم بازی فارست. تو این پارت میخوایم بریم کلی حرکت های خفن بزنیم و کلی چیز جدید با هم دیگه درست کنیم. بچه ها یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم تو دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. یه سری از ویدیوها رو نمیتونم اینجا منتشر کنم، میتونید اونا رو دنبال کنید از اونجا تماشا کنید. بچه‌هایی هم که جدیداً وارد کانال شدن و دوست دارن که کانال رو ساب داشته باشن، حتما اول یه دونه کامنت بذارید بعد کانال رو سابسکرایب کنید که سابتون نپره. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب تا اینجا بازی رو که تو پارت 1 رفتیم، اگه ندیدید حتما برید پارت اولو ببینید، بعد بیاید این پارت رو تماشا کنید که بفهمید داستان بازی چی بود. الان اینجا یه سری چیز میز من ساختم، یه دونه خونه ساختم که میتونم بازی رو توش سیو کنم و بخوابم توش. بعد یه سری چیز دیگه بسازم و برم کلی جا رو بگردم. الان تو این پارت من میخوام برم چند تا غار رو پیدا کنم و بریم دنبال چیزهای خفنی که اون تو هستش. فعلا من خیلی گرسنمه، باید اول یه چیزی درست کنم بخورم. خب یه دونه آتیش اول اینجا درست میکنم، یه ذره غذا بخوریم. اینو میذارمش اینجا، دو تا چوب و 5 تا پر. اوکی، آتیشم روشن کن که گوشتا رو بندازیم روش. اینو میندازمش این تو که بپزه بتونیم بخوریمش. یکی دیگه هم میذارم که قشنگ زیر بریم دنبال کارمون. خب تا اینا آماده بشه من برم یه ذره چوب و اینا جمع کنم که به بقیه کارمونم بتونیم برسیم. همه چیم خالی شده فعلا اینجا. امیدوارم که این لاشخورای تو جنگل فعلا نیان سراغمون تا بتونیم کارامونو انجام بدیم. این چوبا بیشتر از همه چی به کارم میاد، چون هر جا که دلم بخواد میتونم یه کمپ درست کنم، بازیو همونجا سیوچ کنم. از این بازی که گیم پلی گذاشتم یه سری‌ها خوششون نیومده بود و تو کامنتا میگفتن اینو ولش کن و برو سراغ بقیه بازیایی که داری گیم پلی ازشون میذاری، ولی مثل اینکه اونایی که این بازی خوششون نیومده هنوز کامل داستان بازی رو نفهمیدن. حالا این پارتش هم من میذارم، اگه دوستان داشتید دیگه از این بازی گیم پلی نمیذاریم، ولی فکر میکنم که خوشتون بیاد. الان من یکیشو میخورم. سیر میشیم با یه دونهش. یه دونه دیگهش هست و میشد اینو ورش میداشتم، نمیشد ورش داری، مجبور شدم اینم بخورمش دیگه. این چمدونارم که باز کردم، تو این چمدونام خیلی چیزای خفنی هست که به دردمون میخوره. مثلا تو این لباس بود، تو سریاش قرص و شکلات و اینا هست که به جونمون خیلی کمک میکنه. خب کم کم داره هوا تاریک میشه و به جای سخت بازی داریم نزدیک میشیم. من باید برم قشنگ بگردم چند تا چیز خفن پیدا کنم تو این بازی. این خونه ای که الان اینجا دارم رنگش سبز، اینو باید یادم بمونه که برگردم همینجا بازی رو سیو کنم دوباره. خیلی چیزای خفنی هم میتونیم بسازیم، مثلا دو تا این چوبا، یه کله اسکلت، یه چیزی بهمون میده. این خودش یه سلاحه، مثلا میتونیم بگیریم دستمون و اینا رو انگار راحت تر میشه با این زد، یا میشه پارچه بس دورش و آتیشش زد و حرکتای خفن باهاش زد. ولی حالا فعلا کار خاصی نداریم، من میخوام برم بگردم دنبال جای خفنی که تو این بازی هست. یه سری چیز میذارم تو راه جمع میکنم که خیلی به دردم میخوره. همه چی، هر چی که دم دستت باشه تو این بازی رو باید ورداری، چون یه جایی به دردت میخوره. خون و انرژی و هلت و همه چیم هم که پر فعلا و به چیزی نیاز ندارم. اینا هم به درد میخوره، چیزای جالبی توشون هست. من هنوز کامل بازی رو بلد نیستم، ولی میدونم تیر کمون و سلاح و اینا هم میشه توش درست کرد و کلی چیزای خفن داره. خیلی از چیزایی که تو این بازی لازم داریم و باید ازشون استفاده کنیم توی قاره. من هیچ کدوم از قاره رو هنوز پیدا نکردم، ولی تمام سعیمو میکنم که توی این پارت یه چیزی پیدا کنم. خیلی دیگه تاریک شده اینجا، من هیچی نمیبینم. میگردیم دیگه، تا جایی که بتونیم میگردیم دنبال چیزای خفن. آها بیا، یکیش که همینجاست، یکی از غارهایی که فکر کنم چیزای خفنی توشه همینجاست. میریم پایین ببینیم چه خبره اون تو دیگه. خدا بهمون رحم کنه، فقط برو پایین، برو پایین، نترس من باهاتم، برو پایین که تک و تنها اومدیم اینجا و هیچ کمکی نداریم. یا اولفظ خدایا به دادم برس. چه خبره این پایین؟ فقط سر بخور برو پایین دیگه. واه چه قدم راه هست. اوه 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 اوه، اینو ببین اینجا. وای وای وای، فکر کنم همینجا مردم. اوه اوه اوه، این بد چیز سمیه، اینو نمیشه به این راحتی زد. من باید چیز خفن تر بردارم. نمیشه اینجوری، باید برم بالا سلاحم عوض کنم بعد بیام. با این کله اسکلت بعید میدونم بشه اینو کشت. فندکه که خاموش میشه دیگه هیچی معلوم نیست اصلا. من چیز دیگه باید بگیرم دستم که بتونم اون خرچنگه رو بزنم اونجا. اون مثل اینکه خفن ترین چیزیه که تو این بازی هست. اینو میشه بخوریم
ذره فول بشیم بعد بریم پایین. یه دونه شیلدم من باید برای خودم درست کنم. اینا رو که بذاری با یه دونه از اینا میشه چیزایی درست کرد. این مثل اینکه شیلد شد الان. استخون دیگه ندارم بقیه شیلدا رو درست کنم. فکر نکنم بشه کاری کرد دیگه اینجا. آها این یه چیزی میشه الان. این چوبا رو میشه آتیش زد با آتیش بزنیشون. اینم چیز بدی نیستش. این یکی رو چرا برداشتم؟ اینو میخوام. اینو میشه روشن کرد آتیشی بشه با آتیش بزنیمش. میریم پایین ببینیم چیکار میشه کرد دیگه. اگه مردم هم دوباره از همون سیو میام. میتونم اینجا هم یه دونه کمپ درست کنم از اینجا بازی رو سیو کنم که اگه مردم اونجا دوباره بتونم از همینجا بیام. این فکر خیلی خوبیه. یه دونه این کمپای کوچولو اینجا درست میکنم که اگه پایین مردم دوباره بتونم از همینجا برگردم. یه چیزایی هم دور و برم هست ولی اصلا دلم نمیخواد بهشون فکر کنم. 14 تا از اینا میخواد. من چند تا دارم الان؟ فکر کنم همون تبره اگه دستم باشه از همه چی بهتره. 3 تا دیگه این چوبا میخوام. خیلی دیگه اینجا بازی خطری میشه. معمولا این قسمتا رو مولتی پلیر میام میرن که دو نفر باشن حداقل بتونن یه کاری بکنن، ولی من تنهای تنها اینجا. اینجا یه دونه سیو از بازی من میگیرم. بریم ببینیم چی میشه دیگه. من با همین داسه میرم فکر کنم از همشون بهتر باشه. باز برو پایین که بدبخت شدیم. رفت روشن کن فندکو، هیچی معلوم نیست. یا ابوالفضل، نمیخوام اصلا اون پایینو نگاه کنم. خیلی چیزای بیناموسی اون پایینه. اوه اوه اوه، اینا که میکشن، اینا میکشن، اصلا رحم نمیکنه. اونو ببین من چیکار کنم با اینا، نمیتونم اینا رو بکشم. این عمرن نمیمیره. یه بار حالا تستی میریم ببینیم چی میشه دیگه. میشه کاری کرد یا نه؟ یا ابوالفضل، یه دونه زد مردم. اصلا با اینا نمیشه جنگید اینجوری. اینا رو فکر کنم باید دینامیت و اینا بیاری. چی شد الان؟ من کجا اومدم؟ فندک رو روشن کن ببینم. اوه اوه اوه، رفتم جزو این آدمایی که آویزونن. یا ابوالفضل، بردار داسو، بردار اینو، بردار پارو آزاد کن. خب ولی حالا به هر شکلی که بود اومدیم توی قارو بگردیم ببینیم چه خبره دیگه. اینجا رو فکر کنم نایده بودم. اینا بد جور ازشون پول میریزه. پولاتو بریز پایین، تو که دیگه مردی نیازی نداری به پول. با این پولا میشه فقط آتیش روشن کرد. من میرم اینجا چرخ بزنم ببینم چه خبره دیگه. اصلا دلم نمیخواد اینجا باشم ولی مجبورم دیگه، کاری نمیتونم بکنم. یه چیز جدید پیدا کردم. ای و قطعا یه جایی به دردم میخوره دیگه. این چیه؟ یه چیز دیگه. چقدر چیزای باحالی اینجا هست. این فکر کنم نقشه است. مپو بالاخره پیدا کردم. این خودش یه پیشرفت خیلی خوبه. اینم بذار تو جیبت، فعلا لازمش ندارم. تبر رو بگی دسته. یه چیز دیگه اینجا هست. این چیه؟ قرصه، به دردم میخوره. اوه اوه، این مثل اینکه آتش نشان بوده اینجا کشتنش. بنده خدا رو کامل من باید اینجا رو بگردم دیگه. تا نگردم اینجا نمیرم بیرون. یو ابوالفضل، چقدر داغونه اینجا. کاش یه ذره نور بیشتر داشتیم حداقل. از اینجا هم میشه رفت پایین دوباره. این پایین چه خبره؟ یعنی دوست ندارم برم اتفاق بدی واسم بیفته، گفته باشم از الان. ولی میریم، میریم شجاعانه بدون ترس میریم پایین. افتضاح، افتضاح، محیط افتضاحه. قطعا اینجا یه چیزی میخواد بیاد تو صورتم. میریم ببینیم چه خبره دیگه. کجاییم الان؟ زیر آبیم ما. من نمیدونم چجوری برگردم حالا از اینجا. اصلا مسیر رو که عمرن یادم نمیمونه. آخ آخ آخ، اومد. بیا بابا تو که بمیر، تو بمیر، سر و صدا نکن کسی نفهمه ما اینجاییم. سر و صدا اصلا نکن که نباید خبر بدیم اینجا. بمیر کسافت زر رزن، ولی بازم هستن. صدای یکی دیگه شون هم میومد. اینو به جای اینکه بسوزونم و به غذا تبدیلش کنم، آتیشش میزنم که استخوناشو بردارم. چجوری از این چوبا درست میکنم؟ آها یه دونه اصلا دارم اینجا، اینو استفاده میکنم. اینو روشنش بکن ببینم. اینو آتیش میزنم که استخوناشو بردارم دیگه. استخون خیلی الان به دردم میخوره. با استخونا میتونم شیلد درست کنم. نورم بهتر میشه وقتی اینو روشن میکنی حداقل. بذار این بسوزه، من کثافتاشو بردارم برم از اینجا. حالم داره به هم میخوره. بسوز لعنتی. خب این به استخون تبدیل شده. باز استخوناش به دردی میخوره. کلش به دردم نمیخوره. کله اسکلت فعلا زیاد دارم. این استخونا رو میذاریم. یه دونه از اینا، یه استخونه دیگه کمه ولی مثل این که نه، درست شد. یه دونه شیلد دیگه هم درست میکنم اینجا. این پایین شیلد رو داره نشون میده، مثلا زرهیه که تنمونه. فعلا دو تا دارم. این باید فول فول بشه که نتونن اینا زیاد آسیب بزنن بهمون. اینجا مثلا هیچی معلوم نیست. آقا من کجا باید برم؟ خیلی زیگزاگی و سوئیسی باید اینجا رو بری جلو. خیلی داستان داره اینجا. با این کله میتونم یه ذره تمرین کنم چجوری بزنم. خب این چوبه دیگه به دردم نمیخوره، بذار همینو من بگیرم دستم. بازی کاری میشه باهاش کرد. خیلی چیز میزریخته رو زمین. من چند تا گیم پلی این بازی تماشا کردم. یارو بگشو که باز میکنه پره پره اینجا، یعنی یه تیکه جای خالی هم نیست. فندک رو روشن کن لعنتی. قلب افتاده رو زمین.
یه چیز جدید پیدا کردم، اینا هم شکلاته. این چیه؟ کله اسکلت. این چیه؟ برگره. کلاه اون یارو آتش نشانه است. چیه اینا؟ وای خیلی جای بدیه، خیلی جای بدیه. اینا پول مول توشون نیست، این پولا برای آتش روشن کردنه فقط. پول دیگه اینجا بهش دردی نمیخوره واقعا. میریم جلو، ما هیچ چی نمیترسیم، فقط میریم جلو. تو اینا هم که مثلا اینکه هیچ چی نیست. یه دفعه ای نیاید دیگه، اگه میخواهید بیاید اما دور یه صدا بدی آفری، مثل این عین این بیاد جلو. یا اینجا ببینم لاش خوره لعنتی، فرار نکنی و فرار نکنی که میخوام بزنم دخلتو بیارم اینجا. بمیر دیگه، چه چیز سگجونیه این. یا این چیزی که من دارم باش میزنم خیلی ضعیفه، یا این خیلی سگجون بود. بیا بیا اینجا، بیا اینجا، خود بیا دیگه، من نیام تا اونجا دیگه. اوه اوه این بچه‌ها بد سمائیه. اینو فکر کنم به غذا اگه تبدیلش کنم بهتر باشه. اینو کله و دست و پا و همه چیشو قطع میکنم. اینا میان ولی وله میکنه این به این راحتی ها. خون و اینا هم که به مالیده انگار بیشتر اینا میان سمته. یه کله سالم برمیداریم با چند تا دست و پا. خیلی چندشه بازی ولی خیلی خفنه. داستانایی که توشه واقعا جذابه. یکی از باحال‌ترین بازیایی که گیم پلی شما تا حالا گذاشتم به نظر خودم. البته نمیدونم شما نظرتون چیه، نظرتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید که این بازی رو ادامه بدم و بیشتر ازش گیم پلی بذارم یا همینجا تمومش کنیم دیگه. اگه گذاشتم ما دست و پا اینو قطع کنیم. حالا من این دستشو داشتم میزدم، دست اونوریش قطع شد. خب اینا به غذا تبدیل شدن، این دوتا رو استخونشون میکنم دوباره که شیلد بشن. چه جا خالی میدین، یک گوشه گیرش انداختم، مثل سگ میزنمش، مثل سگ میکشم. تو هم بیا اینجا که جفتتون رو با هم بسوزونم دیگه. در نرو دیگه، هی دورخیز کرد یه دونه زد هلسم نست جو. لش اینم وردار ببر بنداز پیش اون یکی، اینم میندازم اینجا جفتشون رو با هم میسوزونم. فکر کنم پارچه هم دیگه ندارم، ولی بذار ببینم من با یه چیزی میتونم اینا رو بسوزونمشون. اینو میگیرم دستم، با فندک آتیشش رو روشن میکنم، یه دونه میزنم وسطشون، همشون آتیش میگیرن. شیلدم هم که رفته، گرسنم هم هست خیلی، میتونم یه دونه شکلات بزنم یه ذره پرتر بشم. این کله هم چیزای خفنی میشه باهاش ساخت، ولی هنوز دقیقا نمیدونم، بعد یه ذره دیگه نگاه کنم بفهمم با اینا چه کارایی میشه کرد. کسی دیگه اینجا نیست، من حالا از کجا برم بیرون؟ اصلا کی دیگه میخواد اینجا بره بیرون؟ اصلا یادم نیست از کدوم ور اومدم، ولی بالاخره پیدا میکنیم یه جایی دیگه. تشنم هم هست خیلی، نمیدونم از این آب کثافت این پایین میشه خورد یا نه. اینا هم اوکی شدن، میتونم چیزایی باهاشون درست بکنم. از این پارچه ها اگه به مقدار کافی داشته باشم میتونم چیزایی درست کنم. این شیلدو میپوشم، یه شیلد دیگه هم میپوشم، دو تا شیلد دارم الان. این چیه؟ تناب شده ای. و با این کله اگه یه دونه بطری داشته باشم میتونم بمب کله ای درست کنم. بمبم خیلی خفنه، فکر کنم با اون بمب میشه اون خرچنگر اون پایین زد. چوب و تناب و سنگ یه چیز خفن میداد. آها این فکر کنم بزنه کله بپرونه قشنگ. خب بریم بیرون دیگه ببینیم کجا میتونیم بریم. همین جوری من ادامه میدم میرم جلو دیگه فعلا، با اینکه اصلا نمیدونم کجا ام، ولی بدون ترس میریم جلو ببینیم چه خبره اینجا. یه سوسوی چراغ این دورمورا میبینم. اوه افتادم تو آب. خب خدا رو شکر به راحتی تونستم از این آب بیام بیرون. بد جای سمی بود، بذار اون داسم هم بگیرم دستم، اینا اومدن مثل سگ بزنمشون. آقا من دیگه میخوام برم بیرون اینجا، اصلا خوشم نمیاد این قسمت. یا اول فاز برو بیرون زودتر. اوه اوه چه جای درب و داغونی. واقعا نمیدونم سازنده این بازی چجوری فکر کرده آدم اینا رو یادش میمونه و میتونه بیاد بیرون. الان چیکار کنم این وسط؟ اوه چه جای سمیه، من نمیخوام اصلا تو آب باشم. عجب غلطی کردیم اومدیم این وری، اصلا نمیدونم دیگه چیکار کنم. جون مادرت یه مسیری رو به من نشون بده من برم بیرون این سگدونی که اومدم توش. اصلا هیچی دیگه نمیبینم الان. یه صدایی میاد که تو مخمه، فکر کنم از این طرف اومدم. فندکم کو؟ فندک رو روشن کن ببینیم چیزی. بابا این چه کوفتیه دیگه، تناب مناب از جای آویزون نیست ما ازش بریم بالا. آها از همین طرف من اومدم. وقتی داری به بیرون نزدیک میشی ریشه های درخت ها زده بیرون، یه صدای عجیبی اومد. برو برو ولش کن اصلا، فقط اینجا برو بیرون دیگه. بعید میدونم چیز خاصی تو این قاره باشه که به دردمون بخوره. من فقط هر جوری شده خودم رو باید به بیرون برسونم. برو تو میتونی اینجا فرار کنی، من بهت ایمان دارم. برو جون مادرت زودتر برو بیرون. این طرف
طرف کجا میره. نمیخوام دیگه اصلا ببینم اون طرف کجا میره، من فقط میخوام برم بیرون. فکر کنم جهتو که دارم درست میرم، از همین جا هم اومدم تو. یادم قشنگ وسط راه هم یه تناب دیگه دیدم که ازش میشد بری بالا، ولی اصلا الان یادم نیست که کجا بود. فعلا که خدا رو شکر صدای این جک و جونورام نمیاد که اومد. وای دیوونه است یارو اصلا. اوه برو فقط بریم بیرون از اینجا جون هر کی دوست داری. آخ گیر افتادم اینجا. تناب مناب اینجا نبود، این آخر اینجا باید یه تناب و ویزون باشه من ازش برم بالا. بابا تو رو خدا بذارید من برم بیرون، اشتباه کردم اومدم تو. متاسفانه تمام اتفاقای خفنش هم از تو اینجا میفته. آها از این لا میشه بری بیرون. وای این چیه این وسط؟ یه لحظه صورت دیدم پشمام ریخت. تازه اومدیم یه طرف دیگهش، بیرون نرفتیم باز. چهار تا چیز ورداریم حداقل تا اینجا اومدیم. تمام این چیزایی هم که ای دارم میبینم پره هیچ کدومش به دردم نمیخوره. اینجا هم جای سمیه، این شمعایی که گذاشتن قشنگ معلومه اتفاقایی قراره بیفته. تناب ایول این چیه؟ پای کدوم بدبختی اینجا افتاده؟ اوه بد جایی اومدم، مثل این که بد جایی اومدم. اینجا پره این بچه کوچولو موچولو هست که میزنن پدر آدمو در میارن. اوه اون هشپایه اومد، اون هشپایه اومد، من فقط باید اینجا فرار کنم. اصلا جای من نیست اینجا. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که این بازی هم ادامه بدیم و تا آخرش با هم دیگه بریم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید، تمام کامنتاتون رو میخونم و همه‌شون رو جواب میدم. اگه اول ویدیو لایک نکردید و کانال رو سابسکرایب نکردید، همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم باخبر بشید. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.